حزب تحریک انصاف پاکستان PTI به رهبری عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان تظاهراتی را در اسلام آباد برگزار کرد که اولین نمایش قدرت این حزب از زمان انتخابات مورد مناقشه در ماه فوریه است. همکارم طی گزارش خود این موضوع را مورد بررسی قرار داده که توجه شما را به دیدن آن جلب می کنم. هزاران نفر در اسلام آباد پایتخت پاکستان به خیابان‌ها ریختند و خواستار آزادی عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان که بیش از یک سال است به اتهام‌هایی با انگیزه سیاسی در پشت میله‌های زندان به سر می‌برد شدند. حزب تحریک انصاف پاکستان PTI که عمران خان رهبری آن را بر عهده دارد این تظاهرات را روز یک شنبه در اسلام آباد سازماندهی کرد که اولین نمایش قدرت این حزب از زمان انتخابات ملی و منطقه‌ای مورد مناقشه در ماه فوریه بود. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس حامیان عمران خان را نشان می‌دهد که از مناطق مختلف کشور به سمت پایتخت تظاهرات می‌کنند. محمد ازهر، دستیار نزدیک عمران خان، در سخنرانی آغاز این تظاهرات گفت: ما تا زمانی که عمران خان از زندان آزاد نشود آرام نخواهیم گرفت. سلمان اکرم راجان، وکیل برجسته و یکی از رهبران حزب تحریک انصاف از لاهور هم در این تظاهرات گفت که عمران خان تنها فردی است که میتواند این کشور را از چنگال سیاستمداران فاسد و نالایق نجات دهد. دولت اسلام آباد با کانتینرهای حمل و نقل و پلیس ضد شورش برای جلوگیری از ناآرامی‌های احتمالی نقاط کلیدی ورودی شهر را مسدود کرده بود. ویدیوهای رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ده‌ها عضو فعال PTI با موفقیت کانتینرها را کنار زده تا راه تظاهرکنندگان را در یکی از نقاط ورودی باز کنند. در این تجمع اعتراضی تظاهرکنندگان خشمگین به سمت پلیس ضد شورش سنگ پرتاب کردند و پلیس نیز برای متفرق کردن معترضان گلوله‌های گاز اشکاور را پرتاب کرد. این اولین بار از زمان دستگیری عمران خان طی یک سال گذشته بود که یک دادگاه پاکستانی به حزب تحریک انصاف اجازه برگزاری تجمع در حومه اسلام آباد را داد. عمران خان ستاره سابق کریکت با رأی عدم اعتماد در آوریل سال 2022 از سمت خود برکنار شد. او از آگوست 2023 در زندان به سر می‌برد و به اتهام تحریک خشونت در 9 مه همان سال، روزی که حامیانش با جنجال فراوان به تأسیسات نظامی حمله کردند، تحت تعقیب قضایی است. دستگیری بی سابقه او و دادگاه نظامی متعاقب آن برای یک مقام امنیتی متهم به جاسوسی که عموماً معتقدند در زمان نخست وزیری عمران خان از نزدیکان او بوده، پرونده وی را نیز پیچیده تر کرده. عمران خان این اتهامات را رد می کند و علاوه بر آن تمامی محکومیت های وی در ماه‌های اخیر یا به حالت تعلیق در آمده یا لغو شده است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان تلاش برای ممنوعیت حزب تحریک انصاف را ضربه بزرگی به هنجارهای دموکراتیک خوانده و گفته که بوی استیصال سیاسی استشمام می شود. گروهی از کارشناسان حقوق ملل متحد هم همچنین در ماه ژوئیه دریافتند که بازداشت عمران خان هیچ مبنای قانونی ندارد و به نظر می رسد که هدف از این اقدام ها سلب صلاحیت او از نامزدی برای مناصب سیاسی بوده است. گفتنی است که عمران خان بنیانگذار حزب تحریک انصاف پاکستان PTI طی سخنانی از داخل زندان قول داده که در برابر عوامل استبداد مقاومت کند حتی اگر به مرگ او در زندان منجر شود. عمران خان در گفتگوی صریح با خبرنگاران در زندان آدیالا از تصمیم گیرندگان کشور انتقاد کرد و مدعی شد که آنها عقل ندارند و کشور را به آشوب می کشانند. او تصریح کرد که به من گفته می شود که توضیح دهم چگونه جرأت کردم در مقابل قدرتمندان بایستم. اجازه دهید روشن کنم، من ترجیح می دهم در زندان بمیرم تا اینکه در برابر یزید زمان تعظیم کنم. از افضل رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای افضل رضا، سلام و عرض ادب.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما استاد گرامی و بینندگان محترم شبکه امام حسین علیه السلام. آقای افضل‌رضا، گزارش رو دیدیم و شنیدیم. تحلیل شما از آینده پاکستان و فضای سیاسی آن چیست؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، حزب آقای عمران خان بالاخره بعد از ماها پس از برگزاری انتخابات اخیر پارلمانی در پاکستان که 19 بهمن سال گذشته یا 8 فوریه امسال برگزار شد، پس از چندین سری لغو مجوز برگزاری اجتماعات مردمی و طرفدارانش، بالاخره روز گذشته با جنجال‌های بسیار توانست این اجتماع رو برگزار کنه. علاوه بر اینکه مسیرها رو مسدود کرده بودند، بالاخره دولت پاکستان تدابیر امنیتی شدیدی رو وضع کرده بود، ولی به نظر میرسه هزاران نفر از طرفداران آقای عمران خان، نخست وزیر برکنار شده این کشور، دور هم جمع شدن و اصرار میکنن و ضمن مطالبه برای آزادی رهبر خود، دولت فعلی یعنی جناح حاکم رو به چالش میکشونه. خب بحثای بسیار جنجالی از سوی سخنرانان یا مسئولان حزب عمران خان، از جمله اولتیماتوم دادن به دولت که اگر تا 15 روز دیگه آقای عمران خان از زندان آزاد نشه، حزب عمران خان به همراه هزاران نفر از طرفدارانش به اصطلاح میرن به سمت زندان یورش میبرن و رهبرشون از زندان نجات میدن. جدای از این که همکار گرامی، چنین بیانیه های سیاسی تلقی میشه و برای راز نگه داشتن طرفداران میباشه در این برهه، اما همچنان تب بحران سیاسی و رویارویی جنجال آفرین میان جناح حاکم و اپوزیسیون همچنان داغ زاویه پیدا کردن آقای عمران خان و حزبش با تشکیلات قدرتمند نظامی این کشور همچنان یک عاملی برای بی‌ثباتی سیاسی در این کشور قلمداد میشه. کما اینکه اخیراً سخنگوی ارتش پاکستان با اشاره به ماجرای دستگیری رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی این کشور که گفته میشه با عمران خان در برخی از این پروژه‌های سیاسی همکاری داشته، به بنا به گفته و اظهارات سخنگوی ارتش پاکستان، ناظران سیاسی در پاکستان معتقدند که محاکمه نظامی آقای عمران خان هم در آینده نزدیک اتفاقی هست که گریبانگیر حزب عمران خان و خود آقای عمران خان خواهد بود و به نظر نمیرسه که تشکیلات قدرتمند ارتش این کشور خیال کوتاه آمدن و یا سازش با حزب عمران خان و یا خود آقای عمران خان رو داشته باشه. بله، ممنونم. با تشکر از افضل‌رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.